با هوشنگ معین‌زاده پژوهشگر و نویسنده میزگردی این شب رو ادامه میدیم. آقای معین‌زاده عزیز، شنیدید سوال من، تکرار نکنم، خواهش میکنم به فشرده اگه پاسخ بدید. عرض کنم خدمتتون، ما در مورد مهدویت صحبت نکردیم و توهینی هم به مقدمات نشد. صحبت ما معرکه جمکران است و اینکه و دکانی که آخوندا برای جمکران به راه انداختن. خود منم میدونم در تمام ادیان بدون استثناء مهدی موعودی وجود داره و ظهور این مهدی هم همه میدونن که یک آرزوست که از هزاران سال پیش تا به امروز به وقوع نپیوسته. صحبت از بودن و نبودن امام زمان و مهدی موعود نشده و نکردیم و وارد این بحث هم نشدیم. صحبت در مورد معرکه‌ای است که به نام امام زمان، همانطوری که خود شما هم آقای فلاحتی اشاره کردید، میلیاردها خرج ساختن جمکران کردن و سالیانه میلیاردها خرج نگهداریش میکنن و میلیون ها انسان و هزینه و ایاب و ذهاب و غیره فراهم میکنن که برن به زیارت چاه جمکران. در هیچ یک از ادیان و مذاهب نیومده که امام زمان یا مهدی موعود در یک چاه هست یا در یک مسجد هست یا مزاری داره. به جای اینکه این همه مردم رو بکشن به زیارت جمکران با هزینه های انجام شده، صدها هزار کار میتونستن ایجاد کنن، هزاران خانه و مدرسه و درمانگاه میتونستن بسازن. این مردمی که وقتشون و انرژیشون رو تلف میکنن که بیان به زیارت جمکران، به جاده سازی بکشن، به کشاورزی وادارن و دردی از دردهای جامعه رو برطرف کنن. رفتن 2 میلیون یا 10 میلیون نفر به زیارت جمکران نشان دهنده چیست؟ چه نتیجه و چه ثمری برای مردم داره؟ صحبت ما در این مورد، صحبت ما در مورد بودن و یا نبودن مهدی موعود یا امام زمان نبوده و به این محصف هم وارد نشدیم. درود بر شما. پاسخ من به دوست عزیزمون. بسیار خوب. آقای کشاورز از آلمان سلام عرض میکنم، بفرمایید اگر صدای ما رو میشنوید. سال نوتونم مبارک. درود بر شما آقای معین‌زاده. درود بر شما آقای معین‌زاده. صدای من میاد؟ بله صداتون میاد. خوب بله. بفرمایید. و موجی برنامه، درود به شما و نوروزتان پیروز. سپاسگزارم. لبتان خندان، دلتان شاد، تنتون تندرست. آقای معین‌زاده، این تعدادی 20 میلیونی که میگن، چون من خودم ایران بودم، میدونم که بعضی هستن که هر هفته میرن یا مهموناشون رو میبرن، یا فکر میکنم اینا طوری حساب کردن که به 20 میلیون رسیدن. معذرتون خواهم، شما تلویزیونتون روشنه دارید صحبت میکنید آقای عزیز؟ نه نه، من اومدم یه اتاق دیگه. خب چون صدا پژواک داره. برای بفرمایید، خواهش میکنم. بله، این متوجه شدین که من گفتم قبلا؟ خواهش میکنم بفرمایید که من میگم این 20 میلیونی که از طرف دولت جمکران ایران گفته شده به این صورت شده که چون بعضی ها من تو ایران دیدم هر هفته میرن و یه مقدار مهمونایی که از خارج میان اینا میبرن برای دیدن اینا، شاید در این رو ثانیه خواستم از آقای معین‌زاده پرسم آیا این خرافات در مذهب شیعه بیشتر نیست تا در سنی؟ چون من اینجا در آلمان با ترک ها و حتی عرب ها در تماسن، میبینم اینا خیلی اصلا این خرافات تو قبول ندارن. سپاسگزارم. خیلی ممنون از تلفن شما. آقای معین‌زاده شنیدید پرسش رو؟ بعد من شنیدم. با تشکر از این دوست عزیز، عرض کنم صحبتشون کاملا درسته. در میان اهل سنت خرافات به این اندازه که در میان مذهب شیعه جریان داره وجود نداره و همینطور که میدونیم بزرگترین
خرافه سازان و بزرگترین مروجین خرافات آخوندا هستند و امروز هم که خودشون بر مسند حکومت نشستن و هرچی از خرافات میخوان مستقیم و غیر مستقیم میون مردم میپراکنند و مردم را به سوی خرافات میکشند. اجازه بفرمایید تلفن دیگری رو پاسخ بدیم. مهرداد از تهران، درود بر شما، اگر صدای منو میشنوید بفرمایید. بله، درود بر شما، نورتون هم پیروز باشه. درود بر شما. من خدمتتون عرض کنم که من یکی دو تا بحث دیگه‌ای رو می‌خواستم علارغم نظر آقای مهم‌زاده خدمتتون بگم. خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید، وقت و پایان برنامه خیلی کم داریم. بفرمایید. من فکر می‌کنم که ما بعد یه مقدار سواد و مطالعه دینیمون رو بالا ببریم. این که صحبت از معرکه جمکران میشه، آقای مهم‌زاده فراموش نکنن اگه یک مقداری تفحص بکنن در زمینه، میبینن که اصلا بحث چای جمکران مطرح نیست. اگر یک مقداری تحقیق کرد باشن، میدونن چای جمکران یک وسیله است که شما نامه خودتون رو عریضه خودتون رو بندازید. شما مشابه چای جمکران فرمودید چی؟ صداتون خیلی بد میاد. در اورشلیم میبینید شما فرمودید چای جمکران وسیله است برای اینکه نامه های خودتون و عریضه های خودتون رو بندازین اون تو. خدمتتون عرض میکنم شما ببینید در اورشلیم همین رئیس جمهور فعلی شما آقای اوباما وقتی میره اورشلیم میره در پای دیوار ندبه وای میسته، معرکه دیوار ندبه من اسمشو میذارم، یه کاغذی به عنوان عریضه میذارن لای دیوار، عکسش هم هست، من ازتون خواهش میکنم عکسو نشون بدید. آیا آقای مهم‌زاده به خودشون این اجازه رو میدن که این رو خرافه بدونن؟ اگر همچین حرفی رو زدن، علنا گفتن تو همین تلویزیون گفتن این کار خرافه است، من به هر چی که شما بگید اعتقاد پیدا میکنم، ولی مسلما شما هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزنید. بسیار خیلی ممنون. یک نکته دیگه هم نکته دیگه هم بفرمایید بگم. بله، این که گفتید که ما ملت عقب نگه داشته شده هستیم یا عقب مونده، ما شاید عقب نگه داشته شده باشیم، ولی عقب مونده اون کسایی هستن که مردم رو لخ میکنن، به جونشون سگ میندازن یا شیطان پرستی تو دنیا ترویج میکنن. ما عقب مونده نیستیم، ما ایرانی ها ملت خیلی پیشرفته هست. شبتون بخیر، سپاسگزارم. آقای مهم‌زاده بفرمایید، فرصت کوتاه، خواهش میکنم. من معذرت میخوام، سوال متوجه نشدم چرا متوجه شدم. پس پاسخ بنده معتقد نیستم که رفتم و نام انداختم به چاه جمکران چیز تقدسی باشه. ما در مورد زیارت حج یا حتی زیارت مرقد امام رضا ایرادی نداریم، ولی صحبت جمکران و رفتن نام انداختن به چاه یا تاییدیه گرفتن هیئت دولت و یا اعتبار وکلای مجلس و یا هر مسئله دیگه، اینو ما خرافات میکنیم. با این سؤال درگیری داریم. سوال این شنونده خود مذهب و یا آیا مهم‌زاده، سوال این بیننده عزیز این بود که آیا رفتن پای دیوار ندبه جزو خرافات است یا نیست در اورشلیم؟ من به اینا جزء